همراه هستیم با آقای سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای شریفی نژاد، تحلیل شما از این حمله و همچنین همزمانی آن با ترور اسماعیل هنیه در تهران و حمله به مرکز هشت و شعبی در عراق چیه؟ وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیزتون. ببینید، آنچه که دیروز از در زاهیه بیروت اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن 3 نفر که از جمله 2 کودک و بیش از 74 نفر انسان در اتفاقی که ارتش اسرائیل از زاهیه به واسطه آنچه که ترور فاز شکر نقل کرده که تا به این لحظه که با هم صحبت میکنیم حزب الله لبنان طبق بیانیه‌های مختلفی که داده فعلا از کشته شدن این فرد سخنی به میان نیاورده، باعث تغییر تحولات عجیبی در لبنان شده. از جمله این که وزیر امور خارجه لبنان از حزب الله خواسته که جواب کوبنده ای رو به اسرائیل بده که موج حملات اسرائیل به لبنان رو متوقف کنه. از اون حزب الله لبنان بیانیه‌های مختلفی رو صادر کرده و از اعلام جنگ نامتقارن در تمام عرصه‌های میدان به میان آورده که باعث شده که فضای هوایی اسرائیل به مدت 48 ساعت بسته بشه. از اون ور حرکت نجبای عراق و هشت شعبی عراق بعد از تحولات شب گذشته اعلام بیانیه کردن و از حزب الله خواستن که در صورت حصول جنگ به اونها ملحق بشن. انصار الله یمن هم با بیانیه جدایی که اعلام کرده حمایت کرده از حزب الله در این عملیاتی که هست. حزب الله در یک بیانیه خیلی خلاصه و خلاصه‌وار گفته که اسرائیل اشتباه محاسباتی کرده. اتفاقی که سحرگاه در تهران افتاد، بعضی از نظریه پردازان و تحلیلگران در لبنان به این واداشته که نتانیاهو خواهان گسترش جنگ برای بقا هست. ولی از اون ور حزب الله تا الان که داریم با هم بیداد میکنیم هیچ عملیاتی رو برای پاسخگویی به اتفاقات شب گذشته انجام نداده. ولی منابع محلی و صحبت‌هایی که بعضی از افراد در روستاها می‌کنند از تغییر ناگهانی جبهه در جنوب حکایت داره. بله، سپاسگزارم از شما. سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت.